سلام و درود دارم خدمت شما عزیزای دلم امیدوارم هر جا هستین حالتون عالی باشه و سرشار از انرژی مثبت باشین من میلاد بهرامی با یه جلسه آموزشی دیگه در خدمتتون هستم توی این قسمت میخوام در مورد دو تا مفهوم بسیار بسیار مهم کلاینت و سرور توضیح بدم واسهتون میخوایم یک بار واسه یه همیشه عمیقا درک بکنیم که کلاینت چیه سرور چیه خب دوستان اگه بخوایم معنی لغوی اینا رو بررسی بکنیم ببینید کلاینت میشه سرویس گیرنده مشتری هم میشه یکی از معانیش توی زبان فارسی میشه مشتری پس کلاینت میشه سرویس گیرنده یا مشتری سرور میشه سرویس دهنده کلاینت میشه استفاده کننده از خدمات سرور میشه ارائه دهنده ی خدمات با یه مثال این موضوع رو بهتر واسهتون توضیح میدم ببینید فرض کنید که ما یک رستوران داریم خب این رستوران سرویس دهنده است چه سرویسی میده غذا میده دیگه به مشتری ها غذا میده پس رستوران یه سرویسی ارائه میکنه ارائه دهنده ی سرویس یا خدمات هست و این انسان ها این ستا گلپسری که اینجا میبینید سرویس گیرنده یا مشتری هستند از سرویسی که رستوران یا سرور داره ارائه میده اینا استفاده میکنن پس کلاینت میشه مشتری سرویس گیرنده استفاده کننده یا از خدمات سرور میشه سرویس دهنده یا ارائه دهنده ی خدمات خب دو تا موضوع دو تا نکته رو میتونیم از این اسلاید بیرون بکشیم یکی این که یک سرور میتونه به کلاینت ها و مشتری های مختلفی خدمات ارائه بکنه میتونه به مشتری ها و سرویس گیرنده های مختلفی سرویس بده و نکته دومی که یک مشتری میتونه از سرورهای مختلفی خدمات دریافت بکنه یعنی این مشتری ها این کلاینت ها مجبور نیستن که فقط از یک رستوران خاص استفاده بکنن فقط از خدمات یک سرور یک رستوران استفاده بکنن میتونن هر رستورانی که دوست داشتن برن و اون نکته چی بود؟ یک سرور یک رستوران هم میتونه به مشتری های مختلفی خدمات ارائه بکنه خب این شد مفهوم کلاینت و سرور حالا بریم ببینیم توی دنیای وب کلاینت و سرور چی هستن توی دنیای وب کلاینت در اصل میشه مرورگر مرورگرها میشن کلاینت سرور چی میشه؟ سرور یه کامپیوتر قدرتمند همیشه روشن متصل به اینترنته یه کامپیوتری که سخت افزار خیلی قوی داره همیشه روشن هیچ موقع خاموش نمیشه و همیشه هم باید به اینترنت متصل باشه ما به این میگیم سرور به همین سادگی مثل کامپیوترهای خودمون رم داره هارد داره سیستم عامل روش نصب میشه فقط تفاوتش با کامپیوترهای شخصی اینه که سخت افزار خیلی قدرتمندتری داره و هیچ موقع نباید خاموش بشه همیشه باید روشن باشه و همیشه به اینترنت متصل باشه خب دوستان پس کلاینت میتونه یه تبلت باشه یه موبایل باشه کامپیوتر باشه لپتاپ باشه در اصل مرورگری هست که روی تبلت، موبایل، کامپیوتر، لپتاپ روی اینا نصب میشه. پس کلاینت میشه اون مرورگر، سرور هم که میشه یک کامپیوتر قدرتمند همیشه روشن متصل به اینترنت. حالا فلسفه این کلاینت و سرور چی هست؟ ببینید وقتی ما یک وبسایتی رو میسازیم تا الان ما توی دوره طراحی وب شروع میکردیم به طراحی یک صفحه وبی. اون صفحه وب فقط روی کامپیوتر ما هست و کسی در یک نقطه دیگه از دنیا در یک نقطه دیگه دور از ما نمیتونه به اون وبسایتی که ما روی کامپیوتر خودمون ساختیم دسترسی داشته باشه اون وبسایتی که ما ساختیم فقط و فقط روی کامپیوتر خود ما هستش حالا اگه بخوایم اون وبسایت در دسترس عموم قرار بگیره و هر کسی از هر نقطه ای از دنیا بتونه به وبسایت ما دسترسی داشته باشه آدرس وبسایت ما رو توی مرورگر وارد بکنه و به وبسایت ما دسترسی داشته باشه باید فایل ها و وبسایتمون رو بندازیم روی یک سرور یعنی به جای اینکه روی هارد دیسک خودمون توی کامپیوترمون باشه فایل ها باید اونا رو منتقل کنیم به یک سروری یه سروری که همیشه روشنه و متصل به اینترنته که کاربران مختلف در سراسر دنیا بتونن با وارد کردن آدرس وبسایت ما فایل های وبسایت ما رو از سرور دریافت بکنن و وبسایت رو مشاهده بکنن این شد مفهوم کلاینت و سرور به ساده ترین زبان ممکن سعی کردم این موضوع کلاینت و سرور رو وسطون توضیح بدم جزئیات بیشتر در مورد کلاینت و سرور رو توی قسمت بعدی خدمتتون ارائه میدم تا قسمت بعد موفق باشین خدا نگهدار